سلام، من سامان اربابی هستم و این سومین قسمت از سگانه پارازیت ویژه انتخابات با ته دستدار است، یعنی پارازیتش. برگزیده همه رویدادهای هفته گذشته. اما سوم اسفند تولد آیت الله جنتی بود. به همین مناسبت ضمن تبریک این عید سعید باستانی، آتش نشانی تهران بزرگ از ایشون خواهش کردن که در مراسم امسال از روشن کردن شمع خودداری کنند، چرا که سازمان آتش نشانی قادر به اطفاء حریقی به این بزرگی نخواهد بود. سردار جعفری گفتن طبق نظرسنجی های انجام داده شده از سوی سپاه، بیش از 80% مردم طرفدار مواضع رهبری هستند. از سرنوشتون 20% هم که لابد خبری دیگه نیست دیگه، بیخیال. سپاه اینجوری نظرسنجی میکنه معمولا، عادت دارین دیگه. چند وقت پیش اگه یادتون باشه سر جیمز باند موسلی گفته بودن که تا اعماق سیا و موساد نفوذ کردن و تمام سیستم‌های جاسوسی دنیا باید از ایشون حساب ببرن و مگس رو هوا بگه همونجا دستگیر، اعدام و بعد تازه محاکمه میشه. هفته پیش ماموران زبده و دوره دیده ایرانی که هر کدومشون 4 تا آرنولد و حریفن، بعد از شب نشینی با ماموران ویژه تایلندی و مصرف قلیان امنیتی و آبجوی اطلاعاتی، در یک اقدام از قبل طراحی شده یارو یه بمب پرت کرد که پاهای خودش رو سوت کرد در هوا. امیدواریم هدفگیری موشک‌های شهاب 3 و نازعات و زلزال و زلزلک و اینا مثل هدفگیری سربازان گمنام نباشه. یه وقت این هفته دادگاه متهمین اختلاس 3000 میلیارد تومانی برگزار شد. دادگاه علنی بود، علنی، ولی باز اسما همه آقای ب و نمیدونم خانم ز و برادر آقای ت با ت دستدار و اینا بودن، مثل آقای جهرمیه یا اون نماینده‌ای که تو اختلاس دست داشت خبری نبود. شما که اسم آدما رو نمیگین دیگه چرا علنی برگزار میکنین؟ آقای خاوریه هم داشت از قصر 3 میلیون دلاریش به ریش قاضی و متهم و مردم میخندید احتمالاً. آقایان، خانم ها، این هفته مهمترین هفته برای دنیای سینماست. همه خبرها سینمایی است. از یه طرف پسر آلیورستان اومده تو ایران، مسلمون شده، اسمش از شان تبدیل کرده به علی. علی استون. سنگلی. سنگلی. از اون طرفم جدایی نادر از سیمین نامزد بهترین فیلم خارجی اسکاره. شیر اصغر فرهادی. اصغر برای اسکار، اسکار برای اصغر. ولی از این طرفتر آنونس یک فیلمی که یواشکی به اسکار ارسال شده به دست ما رسیده. اگه گفتین چیه؟ یعنی یه نفر که اصلا عادت نداره حق کسی، رأی کسی، مال کسی رو بخوره، فیلم یک کسی رو مونتاژ کرده و خودش جای آکتور سینما جا زده. چمدون‌هاتون رو برای یک سفر شادی‌بخش آماده کنید. شما همراه این دو بمب هیجان و جاذبه به مرزهای واقعیت و خیال گام می‌نهید. در دنیای سرشار از شادی آنها شریک خواهید شد. این جوان قارپاق دوست زبن، اسمش نمل آمریکاییه. این جوان برای رسیدن به آرزوهای دور و درازش فقط از قارپاق بعضی از اتومبیل‌ها می‌گذره. و وقتی آدم رفیق دلسوز نقشه‌کشی مثل آرمان داشته باشه، تمام یونایتد استیتس آف امریکا رو شاخ بشه. نمل آمریکایی خودش رو به هر آب و آتیشی می‌زنه. این ماشین منه. باز میگه ماشین من. اگه مال توی پس من این پشتی کار میکنم مرسی که. برای رسیدن به هدف خودشو به هر لباسی در میاره. جوانی که حاضره به هر کاری دست بزنه، هر عملی رو انجام بده تا ویزای آمریکا بگیره و پاش به خاک آمریکا برسه. یه چرا پاره کردی من جواب علیه باسور چی بده منو؟ نه بابا، همونجا که اول بهت گفتن داره میسوزه. آبو بریز همونجا که میسوزه. تخم سگ باید آدم هفت خط و زرنگی باشه که هنوز نیز نیفتاره. دومت لایه تلک ها بیان به جنبه ممنت آمریکا. نوکی برای نیویورک، فقط نیویورک کنم. برای چیم کمکم کن، کمکم کن. معمولا گرگا تو دستای بین 10 تا 15 تایی به تومه نزدیک میشن و در یک کار تیمی هماهنگ دخل تومه رو در میان تیکه پارش میکنن. بعد که شکار تموم شد، گرگایی که گنده تر هستن به جون همدیگه میافتن. یه جورای اتحاد استراتژیک قبلی تبدیل میشه به جنگ داخلی. گوسفنده چه فرقی براش میکنه اسم و مشخصات گرگا رو بدونن؟ اینکه گرگا 10 15 تایی حمله میکنن و چه بلایی سر تومهشون میارن البته هیچ ربطی به این قسمت برنامه نداره. اما تا اینجای کار 15 گروه و ائتلاف رسما برای حضور در رقابت نفسگیر 12 اسفند
آمادگی خودشون رو اعلام کردن. خب این 15 تا کیا هستن حالا؟ جبهه پایداری انقلاب اسلامی هم که چند ماهی وارد عرصه انتخابات شده، همان حامیان سابق دولت و وزرای قبلی کابینه های نهم و دهم هستند. جبهه توحید و عدالت که طرفداران و نزدیکان دولت هستند. جبهه بصیرت و بیداری اسلامی که چند روز از اعلام رسمی اون نمیگذره. این جریان هم به نوعی از حامیان دولت هست. حق انتخاب تو رنگین کمان انتخاباتی این شکلی. میتونی از این طرف از طرفداران دولت انتخاب کنی، نخواستی هم میتونی از اون طرف از حامیان دولت انتخاب کنی. دیگه کی هست؟ جبهه ایستادگی انقلاب اسلامی که افراد نزدیک به آقای محسن رضایی هستند. یعنی یه حزب سیاسی راه افتاده که هیچ برنامه مشخصی نداره جز هرچی آقا محسن بگن. برای اینکه عضوش باشی باید نزدیک آقا محسن باشی. آقا محسن، محسن افتدا میکنم همین پسرخاله باجناقی چیزی. تو تهران که 30 نفر نماینده داره اینا چند نفرن؟ در تهران تقریبا 20 نفر قطعی شده. یعنی آقا محسن 30 تا رفیق معرفی تو کل تهران؟ 30 تا از جبهه‌های مختلف افرادی که ارزشمند بودند، یعنی از بین ارزشمندها یک سری ارزشمند رو ما انتخاب کردیم به صورت مشترک در لیستمون حضور دارن. 10 نفر هم چهرهای جدید هستن. یک سری ارزشمند از گروه های دیگه دارن، یعنی مال خودشون نیستن. ارزشمند ها ارزششون ارزش داره، با ارزشن. 10 نفر هم دوست آقا محسن هم. از 20 نفر یعنی کلن اینا 10 نفر هم. جبهه ایستادگی آقا محسن بفرمایید. دیگه کی هست؟ ولایت مداری، پیشرفت، عدالت محوری هم شعارهایی که جبهه مردمی اصلاحات برای ائتلافشون انتخاب کردن. نزدیک به 300 نفر در کل کشور اینها رو ارزیابی کردیم و خب یک تعدادی رو انتخاب کردیم و یک تعدادی هم ادامه داره همینطور و اشتراکاتی رو هم با بعضی از لیستا در تهران داریم، مشترک هستیم. آها، شما اشتراکاتی داری با مشترکات بعضی لیستا. شما اون وقت اصلاح طلبی چطور بند 209 نیستی؟ آقا جنتی میدونه تو کجایی الان؟ مردم این جدیه. یه گروه جدیدی هم به عنوان اصلاح طلبا اومدن تو کار الان که شعارشون هست کاسبین ولایت. کاسبین ولایت. جدیه جدیه، به جان خودم جدیه، کاسبین ولایت جدی میگم. ها البته از همه اسما با مسماتره، یعنی راستشو گفتن دیگه، دروغ که نمیگن. اومدن کاسبی، اسمم روشه ولایت. خب دیگه کی؟ ما برای حدود 200 کرسی از حدود 290 کرسی نمایندگی پیشنهادایی رو خدمت مردم تقدیم میکنیم با این دقت که ما در معرفی این داوطلبان نگاهمون نگاه صلاحیت هاشون بوده و نگاهمون نگاه در واقع حزبی نبوده، کمان که برخی از اینهایی که ما به عنوان داوطلب جبهه پایداری معرفی میکنیم عضو جبهه هم نیستن. از حدود 290 تا حدود 200 تا کاندیدا معرفی کردن، یعنی یه سیوم حدودن کش حدود. تازه از اون حدود 200 هم همشون عضو جبهه شما نیستن؟ حدودن خیلی پرطرفدار اینا. تو مملکت حدود 70 میلیونی که صلاحیت و تخصص آخرین فاکتور برای اینه که به یه مقامی، پستی، پولی برسی، 290 نفر نتونستین حدودن پیدا کنین برای لیستتون؟ یارو بچهش سکندر میزنه با سر میخوره زمین، میذاره رو یوتیوب، حدودن 290 هزار تا هیت میگیره تو حدود 20 دقیقه. شما حدود 290 نفر تو کل ایران ندارین؟ 34 درصد اصولگراها، 14 درصد اصلاح طلبان، 23 درصد در واقع افراد مستقل و 29 درصد هم حالا چیزهای نامشخصی که جدید هستن اومدن. خب این نشون میده که همه صلاح حضور دارن. اون 29 درصد هم که حالا چیزهای نامشخص و جدیدی هستن چی هستن؟ یعنی آدم هستن؟ جن هستن؟ سم دارن؟ دم دارن؟ اما آقای وزیر کشور این درصد رو ولش کن. شما که میدونین اون 63 درصد کی هستن؟ اون 63 درصد رو میگم آه. اون 63 درصد که آخرش میبرن اونا رو زودتر بگو. خلاص بریم به بخش گزارش‌های زنجیره‌ای. لورد جان اکتون فیلسوف انگلیسی میگه قدرت فساد میاره و قدرت مطلق فساد مطلق. برای همین من هیچ وقت از فلسفه خوشم نمیومد. حرفایی که معنی نمیده. یعنی هر کی قدرت داره به همون میزانم فاسد میشه.
این درست نیست. مگه بروسلی که این همه زورش زیاد بود فاسد شد؟ یا رضازاده؟ آدم های قوی بودن که زورشون خیلی زیاد بوده، یا ارتش گنده داشتن و هیچ وقت هم سراغ مواد و خلاف و کارهای فساد نرفتن. پس بسته به آدمش داره. یعنی بعضی آدم ها جنبه قدرت رو دارن، بعضی ندارن. مثلا مبارک و بن علی جنبه قدرت رو نداشتن، به همین خاطرم از دستش دادن. ولی بشار اسد جنبه داره، از قدرتش به اندازه استفاده میکنه. مثلا اگر 2000 نفر میان تو خیابون، موشک زمین به زمین نمیزنه، یا با زیر درگاهی بیا 400 میلیون نابود کنه. میاد همون 4-5 حالا دست بالای 6000 نفر رو با 7 تیر میزنه. خیلی هم دردش از کاتیوشا کمتره. فکر کن باید آفرین گفت به کسایی که قدرت دارن، حرف اکتون رو هم میفهمن و به روی خودشون نمیارن، که البته این روزا نمونهشون تو دنیا کمه. یکیش این آقای کیم جون اینه، نه اونه، فرقون بمب اتم داره و میتونه هر شب که شوخیش گرفت به جای اینکه زنگ خونه همسایه رو بزنه یه دونه بمب بندازه تو حیاطشون بخنده. ولی چون جنبه داره این کارو نمیکنه و حتی اجازه میده مردمش بیان تو انتخابات آزاد 98.99% به خودش و نوه و نبیرش رأی مثبت بدن. از اون نمونه بهتر ایشونن. ایشون نه تنها ولی امر مسلمین جهان، نایب امام زمان، امید مستضعفان و پدر ایشون و فرمانده کل قوا هستن، بلکه شیر کارخونه ساندیس هم دست ایشونه. کافیه بازو بسته کنن یه شهر به هم میریزن. ایشون تو همه وزارتخونه ها، استانداری ها، شهرداری ها، دانشگاه ها، خبرگزاری ها، بازداشتگاه ها، سبزی فروشی ها، کفاشی ها، جاله کبابی ها، زرگوشه ها نماینده دارن و همه باید از اون نماینده ها اطاعت کنن. ایشون تو هر شهری امام جمعه دارن، صاحب تمام منابع ملی روی زمینی و زیر زمینی هستن. ایشون شورای نگهبان رو منصوب میکنن که باید رئیس جمهور و نماینده های مجلس رو تایید صلاحیت بکنه و انتخابات رو تایید کنه. ایشون میتونن هر وقت حال کردن یه حکم حکومتی بدن و مصوبه همه نماینده های مردم رو دود بکنن بره هوا. ایشون میتونن پول نفت مردم رو بدن از کره شمالی فیوز بمب اتمی بخرن یا از چین جغجغه وارد کنن. ایشون میتونن چون عشقشون کشیده آدم ها رو در حبس خانگی یا غیر خانگی نگه دارن تا ابد. میتونن دستور بدن با وانت از روی مردم رد شن. یا علوم انسانی رو به کل از سیستم آموزشی حذف کنن. ایشون میتونن اینترنت رو تعطیل کنن، یا دستور بدن مسابقه های فوتبال رو فقط خیابانی گزارش کنن، یا تلویزیون 24 ساعته فقط عکس ایشون رو نشون بده، یا رادیو یه هفته فقط صدای سوت بلبلی پخش کنه. ایشون میتونن با سرنوشت 70 میلیون نفر بازی کنن و چند کشور رو یه شبه وارد جنگ کنن، تنهایی بدون احتیاج به مشورت، یه نفری. اون وقت ایشون انقدر با گذشتن و جنبه قدرت دارن که به رؤایا یا همون مردم اجازه میدن بیان رأی بدن. حالا در دیگ بازه، حیای گربه کجا رفته؟ ایشون میذارن شما رأی بدید. شما که نه ارتش داری، نه بانک داری، نه تانک داری، نه اختیار خونه زندگی خودت دستته، چرا باید باورت بشه؟ ایشون انقدر مردمی افتاده هستن که اجازه میدن مردم بیان از بین کسایی که مورد استصواب شورای نگهبان منصوب ایشون هستن، کسانی رو انتخاب کنن که ایشون دوست دارن برن مجلس و اون چیزی رو که ایشون میخوان تصویب کنن. اگر هم تو این فاصله نظرشون عوض شد، خرجش یه حکم حکومتی دیگه است. نتیجه تحقیقات من نشون میده در ایران مردم آزادن که رأی بدن و دموکراسی وجود داره. مردم آزادن که به هر چیزی یا کسی که ایشون دوست داره رأی مثبت بدن. اما
بنا به تحقیقات متخصصین رفتارشناسی، تکون خوردن زیاد حین حرف زدن و یک جا وای نستادن هنگام صحبت کردن، اونم توی جمله های خیلی کوتاه، نشانه نداشتن تمرکز فرد است. یا طبق همین تحقیقات رفتارشناسی، تکون دادن بی ربط و بدون هماهنگی دست هنگام صحبت کردن نشانه این است که فرد میخواد حواس مخاطب رو جلب کنه. شاید حرف مهمی داره. خب بنابرای همین تحقیقات علمی رفتارشناسی، اگر وقتی از کسی سوال میکنیم قبل از پاسخ دادن طرف مکسای بیش از اندازه طولانی بکنه، از و وقتی که و یا هنگام جواب دادن به بالا و گوشه نگاه بکنه. خب دیگه ماجرا همینجوری ادامه داشت تا اینکه به شاله سلام. بله بعد یه دهی شهری بر بله اون بخشی که شما با یا هنگام جواب دادن اصلا به مخاطب نگاه نکنه. الو سالش. خب دیگه من زیاد تو این همونطوری که فرمودید معطل نشم. وقت ببینید یا جزئیات و توضیحات اضافی بیمورد میگه که ربطی به سوال نداره. بله عرض شود در حال وقتی که این اتفاق افتاد ما هم نمیدونستیم چه. ایشون روز قبلش بود رفته بود بعد برگشت، یعنی ساعت تقریبا 11:12 بود برگشت. من به معلوم شخص داره دروغ میگه یا دروغ میگه اگه بدون هیچ سند و مدرکی مثلا اینجوری جواب بده. از کی زندان رفته بودی؟ از حوال 54. از سال 54 شما زندان بودین تو... یعنی که 3 سالی ها؟ بله دیگه وقتی که انقلاب شد دیگه آزاد شد. اگر انقلاب پیروز نمیشد شما چقدر زندانی تا ابد میموندیم؟ ابد گرفته بودی شما؟ بقیه‌شم دیگه به شاه بدهکاریم دیگه. چرا ابد گرفته بودی؟ بله هر شد اصولا اون موقع زندانی ها رو آزاد نمی کردن. اصولا زندانی ها رو آزاد نمی کردن، ما هم که کشتن. این داره میپرسید چرا ابد گرفته بودید؟ اون میگه چون زندانی ها رو آزاد نمی کردن. شما زیر شکنجه کشته شدین حالا؟ مثلا من دندونه با لگد شکسته بودم، مدت ها طول کشید تا فقط بکشن دندونه رو. پس با لگد دندونه تو شکسته. ما والا فکر کردیم دلیل دیگه داره که دندونتون ریخته و اینجوری حرف میزنین. شیطونی ها اینا. مصاحبه بالی ها. اون مصاحبه مناظره که شهید بهشتی داشتن با کیانوری، اونجا گفتن که شما جاسوسی میکنید و کیانوری خیلی براشفت گفت، یعنی چیزی شبیه به این شهید بهشتی گفت. حالا ممکن من عین کلمه تو ذهنم نباشه. و من راستش اون موقع پای تلویزیون داشتم گوش میکردم و از اعماق ژرفای دلم به شهید بهشتی آفرین گفتم. چه حالی میکنه؟ قند تو دلش آب میشه، کیف میکنه والله. اصلا تلف انگار حال میکنه یکی به یکی میگه جاسوس، انگار اعتراف گرفته از یکی، مثلا احسان طبری. میدونی که احسان طبری یکی از 5 تئوریسین معروف مارکسیسم در دنیا بود. دمش گرم، 120 تا کتابم نوشته بود و مارکسیسم هم درس میداده. این اون وقت رفته بود پیش ایشون چیکار؟ برای بازجویی؟ که برای بازجویی نبود، یا بازجویی بود اون کاری که شما می‌کردید. نه ببینید بازجویی اصلا به ما ربطی نداشت. تابلو داره راست میگه. نه میرفتیم تو زندان تو سلول. بله میشستیم با هم دیگه توی اتاقی بود با هم دیگه میشستیم. شما مثلا با اون دو سه نفری که گفتین؟ بله بیشتر ما بله با اون دو سه نفری تو یکی دو تایی دیگه. خب بچه کام کردیم با هم دیگه بحث میکردیم. حالا شما فکر کنید دو سه نفر هم شکل ایشون برن تو زندان، برن تو سلول یک آدم مسن محترم که به قول خود ایشون جزء 5 تئوریسین برتر مارکسیسم من بوده، بیان بیرون طرف میگه من مسلمون شدم بعد از 65 سال. شما حدس بزنید تو اون سلول چه اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ پیدا کنید آقای متحری را. مرحوم احسان طبری میگفت ما از استاد متحری
خیلی استفاده میکردیم. بله، ایشون رفتن تو سلول احسان طبری کتاب داستان راستان آقای مطهری رو دادن، ایشون مارکسیسم رو بیخیال شد و مسلمون شد. با همین سادگی. کاری نداره، شوروی چی میدونست؟ بفرستی نوین انقدر خوب خالی میبنده که باید بهش جایزه بدن، جایزه نوبل. تصمیم نهایی کمیته صلح نوبل به دلیل اینکه پاپ هم در جزء نامزدها بود و به فینال هم رسیده بود، به فینال رسیده بود. آها، انگار گل کوچیکه. راستی آقای برادر حسین، محض اطلاع تا 50 سال اسم کاندیداهای دریافت جایزه نوبل محرمانه باید بمونه، قانونه. همینجوری گفتم که جای دیگه خواستی خالی ببندی بدونی لااقل. خالی بندی در حد جنگ ستارگان. اسم؟ الهه بغرات هستم. سید علی اکبر موسوی خوینی. مشغله؟ روزنامه نگار. پژوهشگر مهمان دانشگاه. محل سکونت؟ برلین. فعلا ایالت مریلند آمریکا. کی و چرا از ایران مهاجرت کردید؟ به دلایل سیاسی اواخر اسفند 1367. من سال 88 اومدم اینجا به خاطر مشکلاتی که ایران داشتم، اینکه نمیذاشتن کاری بکنم و برای ادامه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی خودم. اگه برگردی ایران دوست داری اول کجا بری و چیکار کنی؟ اول از همه به شهرم ساری میرم و به دیدار آرامگاه پدر و برادرم. اول دوست دارم به پدر مادرم سر بزنم در بهشت زهرا و بعدش دیدار اقوام و دوستان. آیا آقای خامنه‌ای به فکر حذف مقام ریاست جمهوریه؟ اگر هم به فکر حذف از نظر فیزیکی مقام ریاست جمهوری نباشه، اصلا مقام ریاست جمهوری نقشی در جمهوری اسلامی نداره. بله، فکر می‌کنم اگر به چینش و ترکیب دلخواه مجلس دست پیدا کنه دنبال چنین چیزی هست. در واقع مهمترین دغدغه ایشون برای آینده حل بحران جانشینی هست و اینکه کنار دست رهبر کسی نباشه که قدرت بسیج کنندگی بتونه پیدا کنه. آیت الله خامنه‌ای چقدر به نقش نظارتی مجلس اعتقاد داره؟ ایشون مطلقاً اعتقادی ندارن، برای اینکه ولی فقیه هستن و در قانون اساسی هم ولی فقیه برای قانون و نهادهای به اصطلاح انتخابی هست. فکر می‌کنم خیلی محدود، تا جایی که در چارچوبایی که مد نظرشون هست بگنجه فقط. بر طبق اصل 62 قانون اساسی، مجلس از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل شده. آیا به نظر شما واقعا در حال حاضر نماینده ها با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن؟ نه در حال حاضر. به نظر من هرگز در جمهوری اسلامی نمایندگان اونجوری که باید به طور دموکراتیک و آزاد انتخاب نشدن، فقط در یک دور اول بوده که اون هم به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هنوز مسلط نشده بود بر اوضاع. خیر، اول دستچین میشن، بعد بین اونها مردم میتونن تعدادی رو انتخاب کنن. تازه اگه تو مجلس هم برن باید توی اون چارچوبی که مد نظرشون هست کار کنن. میدونی که اخیراً مجلس متاسفانه به دست خودش و با خواست رهبری چنین چیزی رو تصویب کرد. یک کار به نظر من زبونانه‌ای بود. پایان دوره آقای احمدی نژاد، آیا فکر میکنید ایشون و تیمشون بدون دردسر قدرت رو به نفر بعدی منتقل کنن؟ من فکر میکنم که یه مقدار مشکل به وجود میارن. اینکه موفق خواهند شد یا نه نمیدونم، ولی فکر میکنم که به هر حال باید یک رئیس جمهور دیگری بیاد غیر از آقای احمدی نژاد. ولی تیم آقای احمدی نژاد اونجوری که مخالفانشون اسم به اصطلاح گروه و طرفداران ایشون رو گذاشتن، فکر میکنم که مشکل به وجود میارن. خیلی بعید میدونم. از دوره دانشجویی ایشون در دانشگاه علم سنت تا همین الان در واقع رفتارشون نشون میده که بعیده به این شکل در واقع ترک کنن. به نظر شما اپوزیسیون خارج از ایران میتونه در ایجاد تغییر رفتار حکومت مؤثر باشه؟ اپوزیسیون خود داخل ایران که به هر حال از گوشت و پوست اون حکومت هست نتونسته چنین تغییر رفتاری رو به وجود بیاره. من نمیدونم اپوزیسیون خارج کشور چگونه چنین کاری رو میتونه بکنه. بله قطعا، من فکر میکنم میتونن با هم همکاری کنن، صدای واحد ملت باشن، به مردم امید بدن. با توجه به عدم تغییر رفتار جمهوری اسلامی در رابطه با وضعیت حقوق بشر، آیا مذاکره غرب با حکومت ایران رو منطقی میدونید؟ من فکر میکنم برای غرب مسئله حقوق بشر در ایران در مرحله چندم قرار داره. مذاکره
مذاکرات اونها بر سر عمدتاً برنامه‌های اتمی و خطراتی است که از جانب جمهوری اسلامی متوجه منطقه و غرب است. مذاکره به خصوص در مورد حقوق بشر خب خیلی خوبه، ولی بایستی همراه با یه سری اقدامات قانونی باشه. نباید منتظر بشن زندانی‌ها آزار ببینن، افرادی که اعتصاب غذا میکنن به خواسته هاشون رسیدگی نمیشه، اتفاقی براشون خدا نکرده بیفته مثل آقای خزعلی که بسیار نگران کننده از وضعشون، و به هر حال سرکوب رو انجام بدن، اعدام های بی حساب کتاب بکنن، بعد اینا بیان بشینن قطعنامه بدن و گپ بزن با هم. با توجه به نگرانی ها نسبت به وضعیت آقایون موسوی و کروبی و خانم رهنورد، چه انتظاری از آقای هاشمی دارید؟ آقای هاشمی تاکنون میتوانست با به اصطلاح پشتیبانی یا به هر حال بر اساس مقامی که داره و از جمله رئیس ریاست تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوانست از اینها و دفاع بکنه، نه به خاطر حالا خط سیاسیشون، ولی به عنوان یاران خودش، به عنوان کسانی که در جمهوری اسلامی نقش داشتن و به عنوان به اصطلاح انسان‌هایی که الان از حقوقشون کاملا زیر پا گذاشته میشه و در حصر خانگی هستن دفاع بکنه و بخواد که اینها هم از این محدودیت ارتباطات بیرون بیان. من فکر می‌کنم آقای هاشمی بایستی آرمان‌های ایشون، یعنی آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که به خاطر اون دارن این سختی‌ها رو تحمل می‌کنن، رو نباید فراموش بکنن و سکوت نکنن، اقدامی اگه میتونن انجام بدن، چرا که به زودی ممکنه این شطور در خونه ایشون هم بخوابه. از آقای خاتمی چطور؟ آقای خاتمی هم به همین شکل مثل آقای رفسنجانی باید میستاد از اینها و از حق آزادی اینها دفاع میکرد. آقای خاتمی هم به همین شکل، و من فکر میکنم کاری میتونن باید انجام بدن و نباید در واقع سکوت بکنن. اصلاحات ناکام، ساختاری، مصباح یزدی من یاد تمساح میافتم، مردی که خیلی راحت میگه رأی مردم ارزشی نداره، آیت الله مهدوی کنی، چیزی ندارم بگم، کسی که رفاقت 60 سالش رو با آقای هاشمی فروخت، هاشمی رفسنجانی، سفسدگر، حیله، درویی و قدرت، رئیس تشخیص مصلحت نظام، البته معلوم نیست چند روز دیگه ادامه داشته باشه، روشنفکر دینی، بی‌معنی یا نواندیشی دینی، نظارت استثوابی، حذف، فیلترینگ کاندیداها به جای وبسایت ها، حجاب اجباری، مسخره، جواب نده و نمیده، مجلس ششم، اصلاحات ناکام، عامل کمخوابی آقای جنتی، حکم حکومتی، سرکوب، حکم ظالمانه، مشارکت یا تحریم، تا زمانی که جمهوری اسلامی از تحریم، مشارکت در تحریم، نیما یا شاملو، هر دوتا، هر گلی بویی داره، مک یا پی سی، باسم هر دوتا، مک، چای یا قهوه؟ من چای رو ترجیح میدم. چایی؟ تونس یا لیبی؟ اگر که واقعا تونس دموکراتیک شده باشه من قطعا تونس رو ترجیح میدم. تونس، البته تا اینجاش. فوتبال یا کشتی؟ فوتبال بیشتر دوست دارم. فوتبال. قرمز یا آبی؟ آبی. ولی من طرفدار پرسپولیس هستم، رنگ آبی رو دوست دارم. ملی. مهمترین شخص ایران در 100 سال اخیر چیه؟ رضا شاه. آقای منتظری، آقای مصدق. بدترین شخص ایران در 100 سال اخیر؟ من بین خامنه ای و خمینی نمیدونم کدوم انتخاب کنم. کسی که بذر جدایی و تنفر بپاشه. هفته پیش ما این عکس رو نشون دادیم و از شما خواستیم که یک شرح واسش بنویسیم. 2881 نفر تا الان برای این عکس شرح نوشتن. بعضیش خیلی بامزه بود، بعضیش هم بعضی ها بامزه بود ولی اینجا جاش نیست، اصلا نمیتونیم نشون بدیم، نمیتونیم بگیم چی گفتیم. خلاصه اگه خواستین میتونیم به صفحه فیسبوک ما که آدرسش همین الان یه جای اینجا میاد برین و خودتون این شرح ها رو بخونین، همشون رو، هر 2881 نفر رو بخونین. ما چند تاشو برای شما الان نشون میدیم، الان یه کل تصویر میگیریم. حاضر؟ 3 2 1. خب ما گفته بودیم که 3 برنامه درست میکنیم پارازیت با ته دستدار برای قبل از انتخابات، اینم حدوداً 3 بود. خیلی متشکر که تماشا کردین، در سال 91 میبینیمتون. مرسی، خدافظ، از حالا عیدتون مبارک.